الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وقبيل نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما عاشقیم و کشته شدن افتخار ماست، ما عاشقیم و کشته شدن افتخار ماست، شمشیر عشق تیز ز سنگ مزار ماست، بی زخم تیر عشق ز عالم نمی رویم، بیرون شدن ز معرکه بیزخ آر ماست، بیرون شدن ز معرکه بیزخ آر ماست. خداوند انشاءالله سلام و صلوات خودش را بر شهدای کربلا و در رأس آنها سید و سالار شهیدان ابی عبدالله حسین علیه السلام نازل بفرماید و همه ما را از عزاداران اون حضرت در این ایام و لیالی قرار بده، رشته پیروی از اهل بیت را تا روز قیامت در اعقاب و نسل‌های ما مستدام بدارد و در فرج امام زمان تعجیل و همه ما را از یاورانش و انصارش قرار بده. صلوات عنایت کنید. اللهم سلام عرض کنم ابتدا خدمت برادران و خواهرانی که به خصوص اولین شب هست که در این مجلس با شکوه و معنوی شرکت میکنند. دوستانی که شبهای گذشته تشریف داشتن، چند آیه از ابتدای سوره مؤمنون را به عنوان موضوع بحثمون مطرح کردیم. وقتی که آیات اول سوره مؤمنون نازل شد، پیامبر سخنرانی کردند و فرمودند مردم 10 آیه به من نازل شده، بر من نازل شده که هر کس اون 10 آیه رو برنامه زندگی خودش قرار بده، بی شک جای او بهشت است. انه قد انزل الی 10 آیات من اقامهن دخل الجنه. این سوره مبارکه با این آیات شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. به تحقیق رستگار شدند مؤمنان. اگر کسی ایمان نداشته باشد، با خدای خودش ارتباط نداشته باشه، دنیا برای او پوچ و بی‌معناست. کور به دنیا آمده، کور هم محشور خواهد شد. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی که در دنیا کور باشه، در آخرت هم کوره. کوری از نظر متون اسلامی به این نیست که طرف چشم نداشته باشه. ای بسا افرادی که از چشم دنیوی بی بهرند، ولی چشم بصیرت اونها باز شده، افقهایی رو مشاهده می کنند که من و شما چشم دار مشاهده نمی کنیم. چشم رو خدا از اونها می گیره، ولی بصیرت به اونها عطا می کنه.
نابینا از نظر منابع و متون اسلامی آیات و روایات، اون کسی است که نهایت نگرش او همین دنیاست. توی دعاها به ما سفارش شده این جمله رو بگید: اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدایا همت ما رو به این دنیا قرار نده، تمام همتم به این باشه که دنیای خودم رو آباد کنم. دو بدین چنگ و دو بدون چنگال، یک بدندان چه شیر غرانا، بروم دنبال دنیا. لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. مبلغ علمنا یعنی این که علم من و آگاهی من فقط به این دنیا باشه، نهایت افقی که من میبینم دنیا باشه. خدایا من نمیخوام اینجوری باشه، من میخوام نگاهم به آخرت باشه، منتهای علم من آخرت باشه. هر قدمی که برمیدارم دنیا رو که میبینم، آخرت رو هم در اون قدم ببینم. آیا این رفتاری که میکنم، این گفتاری که میگم، این حرکتی که انجام میدم برای آخرت من مفید هست یا مفید نیست؟ لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. در ره عقباس دنیا چون پلی، بی بقا جایی و ویران منزلی. نگاه هم به دنیا مثل یک پل میمانه. عزیزان من، اگر کسی بیاد روی پل خانه بسازه شما ملامتش میکنی. بابا پل مال عبوره، مال موندن نیست. حضرت عیسی علیه السلام اصحاب خودش رو سفارش میکرد: اصحابی، اخوانی. این جملات از امام زین العابدینه، میرسن تا جملات عیسی ابن مریم. ائمه ما استشهاد میکردن و نقل میکردن جملات عیسی ابن مریم. چقدر خوبه که دانشمندان مسیحی یک جستجویی بکنن، الان که نرم افزارها هم زیاده دیگه، توی متون اسلامی ببینن امامان اهل بیت چقدر از سخنان عیسی ابن مریم نقل کردن. بهترین و معتبرترین منبع برای شناخت سخنان عیسی، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، روایات اهل بیت. امام سجاد میگن، میگن: اصحابی، اخوانی، علیکم بدار الاخره ولا اوصیکم بدار الدنیا. بر شما باد بدار آخرت، من شما رو سفارش نمی کنم بدار دنیا. چرا؟ فإنکم علیها و بها متمسکون. شما که دنبال دنیا می رویم، او آخرته که من باید سفارش کنم. اما بلغکم ما قال عیسی ابن مریم للحواریین قال لهم قنطرتون فعبروها ولا تأمروها. آیا این جمله عیسی ابن مریم به طرفدارانش، حواریونش، یارانش به گوش شما نخورده که فرمود دنیا قنطره است، پل است؟ فعبروها ولا تأمروها، عبور بکنید ولی آبادش نکنید. قد افلح المؤمنون، رستگار شدن اونایی که ایمان آوردن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونهایی که تو نمازشون خشوع دارن، خضوع دارن، با خدا حرف میزنن. عزیزان من، خواهرا، برادرا، همون جور که ما نیاز داریم به غذا و آب، همون جور هم نیاز داریم به ارتباط با خدا. بیش از احتیاج به آب و غذا احتیاج داریم به این که با خدای خودمون انس بگیریم. انا انیس و من آنسنی، تو حدیث قدسی داره، من خدا بی نیاز علل اطلاق انس میگیرم با اون انسانی که بخواد با من انس بگیرم.
جلیس و من جالسنی، من خدا هم نشین میشم با اون کسی که با من مجالست بکنه، بخواد با من هم نشین بشه و دوست بشه. ذاکر و من ذکرنی، من یاد میکنم از اون کسی که به یاد من باشه. این رابطه طرفینیه. ذاکر و من ذکرنی. دیشب عرض میکردم اگر دیدی سیم ارتباط وصل شد، حس کردی که با خدای خودت میخوای مناجات بکنی، بدان که خدا تو رو طلب کرده. یاد بگیر از موسی بن. بله بله. خب خانم ها که خود نشستن و فکر میکنم راحت هستن، ولی آقایون میگن بلند شد یه مقداری بیان جلو. حالا بذارید نام حضرت حجت رو ببرم و همه بلند شید. اللهم صل علی حجت القائم المحتضر المحتضر. بیان جلوتر، یه قدیم بیان جلوتر. بیان جلو، بیان جلو. بیان جلو. خانم را میتونم یه قدیم بیان جلو. یه صلواتی بفرستی تا خانومم آرام بشن. صلواتی بفرستن آرام. ما باید تشکر بکنیم از حاج خانوما که واقعا سکوت رو رعایت میکنن. جمعیت زیاد این طرف پرده هست و بچه ها زیادن. اگر شما این مقدار ذره سرصدا میبینید، مال بچه هاست و الا خود خانوم ها الحمدلله به دقت گوش میدن و از سوالاتی که بعد از منبر احیانا میپرسن میفهمن که کاملا دقت دارن در صحبت هایی که در منبر عرضه میشه. یه صلوات دیگه بفرستیم. از کردم اگر سیم ارتباط وصل شد و دیدی حال خوشی داریم، به خصوص جوانهای عزیز، اگر دیدید حال خوش و مناجات بهتون دست داشت، بدانید که خداوند خودش شما رو دعوت کرده. تو روایت داره اونهایی که مشرف میشن به زیارت خانه خدا، لبیک میگن و مبرک میشن، اینا جواب میدن ندای ابراهیم خلیل الرحمن را. ابراهیم خلیل الرحمن وقتی خانه خدا رو ساخت، خطاب آمد که ای ابراهیم، برو روی این سنگ، اون سنگی که روش ایستادی و خانه رو ساختی، برو روی اون خانه بایست. من فکر میکنم این بلنگو جواب نمیده. همون بلنگوی خود ما رو که هر شب داشتیم بده خدا خیلی. نه این یکی خوب جواب میداد. مشهودی ابا عبدالله حسین علیه السلام. صلوات بلند. همون بلندگوهای سنتی خودمون بهتر از این جدیدی های بیسیم هست که احیانا ممکنه درست جواب نده. حالا این آزمایشش کنیم. بله داشتم این عرض میکردم که وقتی ابراهیم خلیل الرحمن خانه رو ساخت، نه هم صدا نمیاد. خیلی باز خطاب آمد که ای ابراهیم، روی سنگ بایست، رو همون سنگی که ایستادی و خانه رو ساختی، روی همون سنگ بایست و مردم رو ندا بده، بگو آی مردم بیایید به زیارت خانه خدا و حج به جا بیارید. و اذن فی الناس بالحج، تو سوره حج آمد. بعد ابراهیم گفت خدایا این صدای من که به کسی نمیرسه. خطاب آمد علیک الاذان و علینا البلا، تو کاری نداشته باش، برو روی سنگ بایز، فریاد بزن، او صدا رو ما میرسانیم، تو نگران نباش.
اونم رفت ایستاد روی سنگ که الان بهش میگن مقام کی؟ مقام ابراهیم. اونایی که حج رفتن باید حاجی بین مقام ابراهیم و خانه خدا طواف کنه. بهتر اینه که تو مقام ابراهیم که همه حاجی ها پشت اون مقام نماز طواف واجب رو به جا میارن، اینه که ابراهیم خلیل الرحمن روش ایستاد و فریاد زد مردم بیان حج به جا بیارن. بعد در حدیث هست این حاجی که میره اونجا لبیک اللهم لبیک و محرم میشه، داره ندای ابراهیم خلیل الرحمن رو پاسخ میده. دقیق فرمودید؟ حالا ای جوان عزیز، تو که در کشور غربت هستی، نیمه شب بلند شدی، خوابت نمیبره، احساس میکنی دلت میخواد با خدا صحبت کنی، بلند شو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخوان، توی دعای دستت با خدای خودت حرف بزن. دیشب بود عرض میکردم تا خدا به موسی گفت چی در دستت هست، ابراهیم فرصت طلب بود. فرصت طلب خوب اینجوریه، گفت به به خدا مرا صدا زده، بذار با خدای خودم حرف بزنم و انس بگیرم. قال هی عصای اتوکل علیها و احش بها علی غنمی. ای خدا از من پرسیدی چی در دست راستم دارم؟ این عصای منه. ای خدا من به این عصا تکیه میدم. ببینید آدم با محبوب خودش که حرف میزنه لازم نیست خیلی حرفای گنده گنده و آنچنانی بزنه، فقط حرف بزنه با خدا، فقط حرف بزنه با خدا. از موسی، موسی پیغمبر، ببینید چقدر ساده با خدا حرف میزنه. آی خدا این عصای منه، بهش تکیه میدم. خدا جون من صدا کردی، این عصا رو برمیدارم، به چوبها، به شاخه های خشک میزنم، این برگاش میریزه، این گوسفندا میان و از این برگ ها میخورن. تازه ای خدا اگه بدونی اینقدر این عصا برای من فایده داره. گفتگوی خدا با موسی پیغمبر اینه. حالا ما هم با خدا حرف بزنیم. ای که حالا شما الله اکبر گفتی و عرض کنم که یه نمازی خوندی، اد نداره، دین تو ادا کردی. اما این جوان یه بارم با خدا حرف بزن. حرف زدن غیر از این نمازایی که ما میخونیم، سر به سجده بذار، عشق بریز، با خدا مناجات بکن به هر زبانی، بگو خدایا تو لطف کردی به من نعمت سلامتی دادی، تو لطف کردی به من مادر و پدر مهربان دادی، خدایا تو لطف کردی من رو به این سرزمین آوردی ولی دینم رو حفظ کردم، حسینی هستم، خدایا تو لطف کردی نعمتهای الهی رو بشمره آدم. تو قرآن خطاب به پیغمبر بفرماید و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتهای الهی رو متذکر بشو. بعد بگو الهی من بدم اما تو خوب، یقین دارم که ستار العیوبی. خدایا من بدم، بله گناهکارم، اما تو خوبی. اگر بنا باشه که همش آدم خوبا رو برید ببری به بهشت، پس گناهکارا کجا برن؟ پس گناهکارا چه کار بکنن؟ در خانه چه کسی رو بزنن؟ میگه بودم با خیشتن به ناله چنایی، که ای دل با این همه گناه چه نمایی. گوش دلم ناگهان شنید صدایی، بنده آسی بیا بیا به کجایی، بر در بیگانگان ما تو چرایی. خیز و بیا از گناه سوز و نوا کن، توبه به درگاه ما ز صدق و صفا کن، نیمه شبی خیز و رو به درگه ما کن، پادشاهیت دهم بیا به گدایی. به هر حال با خدا مناجات بکنیم. الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون، اونهایی که از لغو روی گردانن،
گفتیم هر گناهی، هر معصیتی لغو و بیهودگیست. جوانها، این عمر شما خیلی زی قیمت. روز قیامت که میشه خواهرام توجه کنن، روز قیامت که میشه تو حدیث هست که مؤمن قدم از قدم بر نمیداره مگر اینکه از چند چیز، از چهار چیز باید جواب ده. میخوای بری به بهشت، اول این چهارتا رو تسبیه کن: لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. اولیش چیه؟ ان عمره فیما افنا، این عمر تو در چی گذروندی؟ و ان شبابه فیما ابلا، از جوانی، جوانی رو در چه چیزی مصرف کردی؟ اون مغز عمر آدم جوانیش، گل عمر انسان جوانیه. این جوانی رو ارزون از دست ندی. او عالم مفسر میگه من فکر میکردم ان الانسان لفی خسر معناش چی؟ یه بار کنار خیابون میرفتم دیدم یک بنده خدایی یخ میفروشه، داد میزنه که ای بابا از صبح یخا رو آوردم، این یخا قطره قطره آب شده ریخته رو زمین، هیچ کی هم نیست از من بخره، آی بیاد یخ بخرید از من که در خسران و زیان هستم. اونجا فهمیدن بابا ان الانسان لفی خسر یعنی چی؟ یعنی این یخ داره باز میشه، این لحظات عمر و جوانی آدم داره مثل ابر بهاری دارن میگذرد، به سرعت میگذره و در ازای اون استفاده نمی کنن. برنامه ریزی داشته باشید، بیهودگی نداشته باش تو زندگی. نمیگم همش سر به کتاب داشته باش، نه، تو برنامت ورزش داشته باش، تو برنامت رسیدگی به قوم خیشا و صله رحم داشته باش، تو برنامت تفریح داشته باش، بگو بخند داشته باش، اینا همه خوبه لازمه، منتها حرام نباشه، معصیت خدا نباشه. و توی برنامت مناجات با خدا داشته باش. ساعتاً لمناجات الله، امام کاظم علیه السلام فرمودن که زندگیتون رو تنظیم کنید به چند ساعت. ساعتاً لمناجات الله، یه بخشی از وقت تو برای مناجات با خدا. ساعتاً لمعاشرت الاخوان و الثقات، این دوستایی هم که انتخاب میکنید مراقب باشید، توی کمپ و تو کجا و اینا با آدم ها رفیق میشی باید تستش کنید ای کیه من باش رفیق بشم. ای بسا یک عمر پاکیزه زندگی کردی، کوچک و بزرگ استثنا نداره، ناگهان میبینی یه نفر میاد یواش یواش با تو دوست میشه، رفیق میشه، چشم باز میکنی میبینی سقوط کردی، برد تو رو در یک وادی دیگه، پشت سرت میبینی همه چی خراب کردی. اون کسانی که عیب رو به شما نشان بدن یه درجه از شما جلوتر باشن در معنویات. یک بخش از زمان تو قرار بده برای لذتها در غیر محرم، لذتهایی که خدا برای آدم قرار داده، تفریح. با بچه های خودت بشین صحبت کن، با همسرت بخشی از زمانت رو بگذار بشین حرف بزن. توی خانه لازم نیستش که حتما حرفای علمی و آنچنانی بزنی. گاهی من مثال میزنم، میگم درسته که بنده مثلا استاد دانشگاه هم، شما رئیس مثلا فرض کن شرکت هستی، اون یکی مثلا شخصیت دیگریست، روحانی، هر کی هر شخصیتی داری. وقتی از کار برگشتی رسیدی در خانه، خوب گوش بده، کفشاتو که در میاری اون شخصیتت هم در یا بیرون به شما میگن آقای دکتر و آقای مهندس، اما تو خانه که آمدی که زن و بچه به تو نمیگن آقای دکتر و آقای مهندس. پیغمبر خدا به ما اینجور یاد دادن، پیغمبر با اون عظمتش حسن و حسین کوچیک بودن، آمدن گفتن یا جدا پدر جان بچه های عرب شطور دارن، ما شطور نداریم. فرمود عیبی نداره، من شطور شما میشم. حسن و حسین رو پشتش سوار کرد و راه میرن. بچه ها گفتن که بچه های عرب که شطور دارن صدای شطور در میاره اون شطوره، ولی شطور ما که صدای شطور نداره.
باز پیغمبر خدا صدای شتر در آوردن که بچه ها آرامش پیدا کنن، لذت ببرن. بچه ها گفتن شتر بچه های عرب که ما میبینیم این یک زمامی داره، این شتر ما که زمامی نداره ما به دستمون بگیریم. حضرت عمامشون برداشتن، اجمال این جریان رو مجلسی تو بهار نقل کرد. عمامشون برداشتن دور گردنشون انداختن، یک سرش هم دادن دست این بچه ها. وقتی آدم با بچه و همسرش قرار میگیره باید تو فضا بره دیگه، محیط بیرون رو فراموش کنه. و ساعتا للذاتکم فی غیر محرم، باید برنامه داشته باشیم، بیهودگی تو زندگی ما نباشه. گناه و معصیت بیهودگیه، شنیدن موسیقی های حرام بیهودگیه، وایسم کنار خیابون و نگاه بکنم به منظره های حرام و ناموس مردم، اینا بیهودگیه. ولی رشد بکنم، سواد یاد بگیرم، زبان آلمانی یاد گرفتم، زبان عربی، زبان اسلامی یاد بگیرم، زبان انگلیسی که زبان دنیایی یاد بگیرم، مطالعه داشته باشم، اعتقاداتم رو قوی بکنم، اگر مدرک لیسانس دارم برم تحصیل کنم، فوق لیسانس بگیرم، دکترا بگیرم. از لحظات وقتمون باید استفاده کنیم. یه آقای یک کتابی نوشته بود، قطور. گفتیم چجوری کتاب رو نوشتی؟ و وقتی سفره رو میداختن تا غذا بیارن 10 دقیقه طول میکشید، او 10 دقیقه قلم دست میگرفتم میمشکن، حاصلش شده این کتاب. از وقتها آدم استفاده بکنه. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون، زکات میدن. والذین هم لفروجهم حافظون، اینا رو دیشب توضیح دادم. الا علی ازواجهم، دامنشون رو آلوده نمی کنن، روابط جنسی منظم مرتب اونجور که خدا میخواد، نه اونجور که بشر امروز بهش رسیده. افتخار میکنن به هم جنس بازی. باید آدم از خجالت بمیره که انسانی که ادعا دارد که من سفینه فضایی و ماهواره به آسمان میفرستم، اینقدر سقوط میکنه تو معنویت که افتخار میکنه به هم جنس بازی. عزیزان من تو این سرزمین هستید، خوبی هاشون رو بگیرید، نظم و انضباطشونه بگیرید، قانون مداریشونه بگیرید، خیلی خوبه. اما اگر بدی میبینید نگیرید، انتخاب بکنید، گزینش بکنید. خدا به ما اراده داده، ما آزاد هستیم، میتونیم خوبی ها رو بگیریم، بدی ها رو نگیریم. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. تا این آیه که 2-3 دقیقه توضیح بدم و امشب باید متوسل به عنایات حضرت ابوالفضل عباس بشیم. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، ویژگی چندم شد، اون کسانی که امانات و عهدشون رو مراعات میکنن. مؤمن باید تو رفتارش، تو حرکاتش نشان بده که من مؤمنم. ایمان یه چراغی است که وقتی در دل آدم روشن شد، نورش از این پنجره ها بیرون میره و کسانی که از دور هم نگاه میکنن میگن داخل این خانه نور هست، نور هست. دست شما یه پنجره است که اگر نور ایمان در دلت روشن شد، باید از دستت دیده بشه که تو مؤمن هستی. زبان شما و دهان شما یه پنجره است که اگر نور ایمان در دل شما روشن شد، باید تو گفتارتون، تو سخن گفتنتون اون نور ایمان رو آدم مشاهده بکنه. تا میاد غیبت بکنه یهو تکان میخوره. نه، ایمان اجازه نمیده من پشت سر دیگران بدگویی بکنم. تا میاد دروغ بگه یه لحظه
نور ایمان بیاد جلوش، روشنایی رو میبینن، دروغ نمیگه. اگر شما طوری زندگی کردید که مایه افتخار بودید، شرکت های تجاری مسابقه بدن برای که بگن این مسلمان ها رو ما بیان استخدام کنیم، شیعه رو سوال کنن تو شیعه هستی؟ میگه بله. میگه تو بیا من تو رو استخدام میکنم. چرا؟ چون شماها مسلمونید، چون شما دروغ تو کارتون نیست، کارتون رو منضبط به جا میارید. امام صادق دیدن یه جوانی پالان شتر رو کج گذاشته، آمدن جلو اعتراض کردن، یا غلام عدل علی هذا الجمل فان الله تعالی يحب العدل. پالان شتر رو، جهاز شتر رو درست بگذار، کج نذار، خدا دوست داره هر چیزی به جای خودش باشه. اینا درس امام صادقه. پیغمبر خدا رفتن یکی از اصحابشون رو، خیلی جالب این جریان، گفتن که سعد بن معاذ از دنیا رفته، گفتن خودم میام برای تشییعش. آمدن، خب گوش بدید خانوما، هم گوش بدم یه حدیث خیلی قشنگه، منتهی قابل توجه آقایانه. پیغمبر آمدن تشییع جنازه‌ش رو، جنازه رو بردن به بقیع و بعد فرمودن که من خودم میرم داخل قبر و لحد میچینم برای این صحابی خودم سعد بن معاذ. رفتن داخل قبر، جنازه رو گرفتن گذاشتن روی زمین، سنگ لحد رو که آجرها بود چیدن، بعد با دست مبارکشون گل رو میگرفتن، درزهای این آجرها رو میپوشندن. یک کسی گفت آقا چرا اینقدر دقت میکنی؟ ای که بدن هست و دیگه روش هم میخوایم خاک بریزیم و بدنم میپوزه، چرا دقت میکنید تمام درزها گرفته بشه؟ حضرت فرمودن اذا عمل احدكم عملا فليتقن. یک کاری رو به عهده نگیرید، ولی اگر به عهده گرفتی دقیق محکم کار باشید. اتقان یعنی محکم کاری. نگو حالا این درز رو باز گذاشتیم چه ایدی داره، نه، درست باشید، محکم کار باشید. بعد که روی قبر رو پوشندند و آمدن بیرون، مادر سعد آمد جلو، خطاب به پسرش که توی قبر خوابیده بود، گفت خوشا به حالت ای سعد، گوارا با تو را به بهشت. پیغمبر اعتراض کردن، فرمودن که از کجا گفتی گوارا با تو را به بهشت؟ مگر تو میدونی سعد به بهشت میره؟ از کرد آقا خب شما آمدید به تشییع جنازش، شما رفتید داخل قبر جسدش رو توی قبر گذاشتید، شما لحد چیدید، چه افتخاری از این بالاتر؟ حتما پسر من تو بهشته. فرمودن نه، الان سعد در اون عالمی که درش قرار گرفت دچار فشار قبر شد. گفت چرا یا رسول الله؟ فرمودن به خاطر اینکه در خانه با همسرش و بچه‌هاش اخلاق خوش نداشت، بد اخلاق بود، بد اخلاق بود، شب اول قبر دچار فشار قبر شد. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمن او کسیه که امانت داره. باید توی جامعه اسلامی در مغازه رو باز بگذارن و برن دنبال کارشون. امنیت باید اینقدر باشه که کسی خوف از دزدی و چپاول نداشته باشه. فالذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. خب امشب همین مقدار بسه. خوشا به حال ابوالفضل العباس که خوب امانتداری کرد. شب عاشورا که شد، غروب بود، شمر آمد پشت خیمه های امام حسین، گفت اینا بنو عمنا، پسر عموهای من کجا هستند؟ ابوالفضل العباس و سه برادرش فرزندان ام البنین با شمر از یک قبیله بودن، همه از قبیله بنی کلاب بودن. جواب ندادن به شمر، جواب ندادن. امام حسین فرمودن جوابش رو بدید.
هرچند آدم خوبی نیست، آدم بدیه، ولی جوابش رو بدید. قوم خیش شماست. ابوالفضل العباس آمد بیرون، سه تا برادراش آمدن، فرمودن که چی میخوای، چه کار داری با ما؟ گفت دست از برادرتون بردارید، من برای شما امان نامه از ابن زیاد آوردم، شما در امان هستید، رهاش کنید، من شما رو نجات بدم. فرمودن قبح الله یدک و امانک، زشت باد و بریده باد دست تو و امانی که برای ما آورد. شب عاشورا که شد، وقتی امام حسین اجازه داد همه برن، اول شخصی که بلند شد ابوالفضل العباس بود. یبن رسول الله، شما رو رها کنیم و بریم، جواب جد شما رو چی بدیم؟ بگیم آقایمون، مولایمون، سیدمون رو رها کردیم، جناب قربان تو ای ابوالفضل العباس. روز عاشورا که شد، رو کرد به برادراش، گفت آی سه برادر من، دلم بخواد شما برید جانتون رو فدای حسین کنید، من میخوام ثواب ببرم، پرپرشد شدن شما رو در مقابل سید الشهدا ببینم و اجر ببرم. رفتن هر ستا جنگیدن و بر روی خاک افتادن و به شهادت رسیدن. نوبت ابوالفضل العباس آمد خدمت برادر، آجان امام حسین اجازه بدید من برم به میدان. فرمود یا اخی انت صاحب لوایی، برادرم ابوالفضل تو پرچمدار من هست، فاذا مضیت تفرق عسکر، اگر تو بری به میدان دیگه لشکرم از هم میپاشه. یک عالمی در توضیح این جمله مینویسد، دیگه اون موقعی که این جمله رو امام حسین فرمودن، دیگه از لشکرشون کسی باقی نمانده، ولی عرب‌ها تا زمانی که پرچمدار زنده باشن لشکر رو زنده و بانشات میبینن. فاذا مضیت تفرق عسکری، اگر تو رفتی دیگه لشکر من از هم میپاشه، آثار شکست در لشکر من رو پیدا میشه. اصرار کرد، فرمود دلم گرفته، میخوام برم پدرم رو ببینم، رسول الله رو زیارت کنم. فرمودن حالا که اصرار داری، مشک آب رو بردار، برو برای این بچه های تشنه آبی بیار. مشک رو برداشت و حمله کرد به دشمن، دشمن رو کنار زد، وارد شریعه فرات شد، پر کرد مشک و پس کفی از آب برگره، میخواست تا که نوشد از اون آب خوشگوار. آمد به یادش از جگر تشنه حسین، چون عشق خیش ریخ ز کف آب و شد سوار. نگاه کرد آب رو آورد بالا که بنوشه، گویی چهره عطشان علی اصغر رو در اون آب دید، آب رو بر روی آب ریخ. خدا رو خوش نمیاد که من آب بنوشم اما جگر حسین تشنه باشه، بچه های حسین عطشان باشن. مشک رو به دست چپ انداخته و شمشیر میزنه، دشمن رو کنار میزنه، امیدوار است که این آب رو به خیمه ها برسانه. اون نامرد مردم مهلت ندادن، دست راست ابوالفضل العباس رو قطع کردن. رجز میخواند ابوالفضل العباس، همین رجز رو معنا کنم انشاءالله عزیزان ما آرام آرام علم رو بیارن و در داخل مجلس همه ما عرض ارادت بکنیم. والله قطعتمو یمینی، بد نیست شما هم اگر میتونید زمزمه کنید این شعرهای ابوالفضل العباس وقتی دست راستش رو قطع کرد. والله قطعتمو یمینی، انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی، نجم النبی الطاهره
زمین. به خدا قسم اگر دست راستم رو قطع کردی، من تا زنده ام دست از حمایت از دین و امام زمانم بر نمیدارم. من زاده علی مرتضایم، زبان حال اول فضل. من زاده علی مرتضایم، من شاه باز ملک لا خطایم، فضل و شرف همین بس از برایم، که خادمم به درگه حسین. بگو والله قتلتم یمین، خدمت گذار زاده بطولم، من باغبان گلشن رسولم، ز افسردگی گلشنش ملولم، دارم دل شکست و غمینی، والله قطعتم یمینی. حالا زمزمه. والله قطعتم یمینی، انی احامی ابدا عن امام صادق یقینی، نجل النبی الطاهر امینی. یک خط دیگه شم بخوانم و انشاءالله عزاداری و برادران من ادامه بدم. پنج وقت هست بسیار. سقای تشنگان بی پناهم، ابوالفضل العباس سقای دشت کربلا بهش میگه، چون از روز هفتم محرم که آب رو بر خیمه های امام حسین بستن، ابوالفضل العباس بود که حمله میکرد به دشمن، مشک ها رو آب میکرد و میآورد بر خیمه های امام حسین. انشاءالله باب الحوائج ابوالفضل رو شفیع درگاه خدا قرار بدید. شما خواهران و برادران که امشب آمدید، هر کدامتون مشکلی دارید، گرفتاری دارید، به امیدی تو مجلس امام حسین آمد. مریضها، معلولین، مریضهای منظور، بله حبیب، خواهرانی که پشت پرده هستند، هر کسی یک گرفتاری دارد که روی گفتن به دیگران هم ندارد. امشب دلهامون رو روانه کربلا کن، بریم تو حرم ابوالفضل العباس، چه ظریف زیبایی داره. اون مهتابی سبز رنگ رو در نظر بگیرید تو ظریف ابوالفضل العباس. میگن تو سرداب مطهر ابوالفضل هنوز که هنوز آب دور قبر مطهره، آب در حال حرکت هست. سقای تشنگان بی پناهم، دشمن اگر چه گشت خار راهم، من یک تن حریف این سپاهم، انی احامی ابدا عن دینی. حالا ببینم. والله قطعت یمینی، انی احامی ابدا عن دینی، استادم کنار آب ریزان. هنوز که هنوز ابوالفضل کنار آب هست، دور قبر مطهرش آب میچند.
استادم کنار آب ریزان، پایم برام و قلب من فروزان، در آب و آتشم چوشم سوزان، سوزم ز خاطرات آتشینی، والله این قطعت و یمینی. یا رب مدد کن این فرس درانم. دیگه دست چپ آقا اول فضل رو هم قطع کردم، این مشک رو به دندان گرفت. خدایا هیچ امیدواری رو ناامید نکن. دست چپ قطع شده اما هنوز امیدواره، بگه شاید بتونم این مشک آب رو به بچه های تشنه امام حسین. یا رب مدد کن این فرس درانم، بین آب را به خیمه ها رسانم، دیگر چه غم که بعد از این نمانم، جانم فدای عشق نازنینی. بگو والله قطعتم یمینی، بگو ببینم یاد گرفتی. والله قطعتم یمینی، انی احابی ابدا اندینی، تنها میان تیر دشمنانم، ای کاش و میزه ها خورد جانم، در پیش کودکان خجل نمانم، در پیش کودکان خجل بمانم، به مشک آبیتی.